عزیزان دل، این کامنت ها را شما در روی تصویر گوشمونین. من این قسم کامنت در یک هفته یا یک نیم هفته اخیر زیاد دریافت کردم، چی کامنت و چی پیام در مسنجر فیسبوک و واتساپ و وایبر. خب امو قسمی که همگی ما شما او ویدیو رو دیدیم و ناراحت شدیم، بیش از حد خودم ناراحت شدم، احساساتی شدم و اولی که ویدیو رو دیدم چند دقیقه اصلا در شک بودم که چطور یک انسان میتنه یک هم نو خوره ای رقم توهین و تحقیر رو لده کب کنه، اصلا در شک بودم. و بعد از امون شاو و امو در درامین بودیم، بیخ دوستا بودیم، امون شاو کاملا هیچ کدام خواب نکدیم، لایف ها را سلیدیم، دیگه نظرات دوستا را در این مورد خواندیم. فضای مجازی کاملا یک فضای آلوده شده بود، سمی شده بود. هر کسی که لایو میماد چی از طرف قومای هزاره و چی از طرف قومای تاجیک، همگیش به یک دیگه خود توهین و تحقیر و دوفاش بود. دیگه یه باعث شد که ما کاملا صبحش امی فیسبوک را حذف کنم. دیگه واقعا نمیتونستم ببینم توهین و تحقیر را، چی به قومای خودم و چی از طرف قومایم به قومای تاجیک، به رهبرای اونا و همون قسم به رهبرای خودمون. واقعا یه دردآور بود. همگی لایو میماد، نه خوار و مادر در این طرف مش، نه خوار و مادر و چیزای دیگه در اون طرف، که واقعا به نظرم دیدن او رقم ویدیوها، لایف ها روی روح و روان آدم صدمه میزنه. آدم تا چند وقت نمیتونه خود دوباره به حالت عادی در بیاره. با او خاطر ما فیسبوک را حذف کردم. ولی میخوایم حالا اول نظر خود را در مورد کار چهار نفر حیوان صفت که امیدوارم در حیوانات توهین نشنه، نظر در باره از اینا بگیم. و دومی که یک خواهش دارم از دوستایی که لایو ما یا ویدیو جور مونه. و سومی که ما چرا خودم در زمان یک ویدیو جور نکدم. خب نظر شخصی خود ما درباره لتکوب کسی که نامش را میگه محمد است، ای است که واقعا ای کار هر کسی که هر فرد که یک ذره بوی از انسانیت برده باشد، نباید از ای کار چهار انسان حیوان صفت یا حیوان یا انسان های پست و رزل لوچک ببندوار حمایت کنه، چی هزاره باشد، چی تاجیک باشد، چی پشتون و یا چی اقوام دیگر. به چند دلیل، اول همیه که ما میخواییم یک چیز دیگر اضافه کنم که اگر ما از محمد حمایت مونم، حمایت ما به عنوان این نیست که محمد مجرم نیست، به عنوان این نیست که محمد هزاره یا ما به عنوان یک انسان این ویدیو رو دیده و نظر میدیم. شاید محمد در گذشته یک آدم لوچک بوده باشد، شاید ببندباری کده باشد، شاید امی چیزایی که اینا موگه امو کارا را کده باشد، ولی خود ای ویدیو، خود ای ویدیو ضبط شده در اونجا این نفر توسط 4-5 نفر اسیر گرفته شده، توهین مشه، تحقیر مشه، لتکوب مشه. ما فقط چون اینمی ویدیو در دسترس از ما است و ما میتونم ای ویدیو رو ببینم، ما فقط درباره اینمی صحنه و امی ویدیو صحبت مونم. و در این صحنه و در این ویدیو چیزی که دیده میشه ای است که محمد واقعا مظلوم واقع شده و این 4-5 نفر دیده میشه که مثل یک حیوان بالای این نفر حمله مونه و ای را لتکوب مونه، و تنها لتکوب هم نه که ای را تحقیر و توهین از چند جهت مونه. و همچنان چیزی که برای من خیلی جالب بود که در این ویدیو نفرهایی که نفر را محمد نام را لتکوب مونه، از مردی و مردانگی صحبت مونه. واقعا چی ما اگر حالا امی 4 نفر به جای اینا که حالا از برادرای تاجیک هموطنای تاجیک، اگه اینا هزارم بود ما بیشتر شرمنده میشدم، واقعا شرمنده و خجیل میشدم، به خاطر ای که ما فکر میکردم چطور 4-5 نفر از قومای ما، از کسایی که برادرایش خواهرایش هر روزه در رای علم و معرفت در بین کورس ها مورد حمله انتحاری قرار میگیره، چطور اینا یه رقم حیوان صفت شده، چطور اینا یه قدر قسیل قلب شده، چطور اینا یه رقم بیرحم شده. واقعا ما او زمان خیلی خجیل و شرمنده ما شدم. و حالا ما
یک چیزی را متوجه میشم که نمفهمم کمی بچه‌هایی که محمد را این رقم لاتکوب مونه، توهین و تحقیر مونه، اینا در چی رقم یک فضا، در یک چی رقم یک منطقه و در یک چی رقم جامعه بزرگ شده. آدم میتونه مثلا بعضی چیزا را حدس بزنه که چی جریان داره، یعنی کسانی که این رقم درنده خو موشه، این رقم حیوان صفت موشه، حتما در جای بزرگ شده که متاسفانه همین چیزا جریان داشته، همین بی‌بندوباری و همین کارا. و در مورد محمد باید بگیم که ما خودم قضاوت نمونم که محمد در گذشته چی کار کرده یا چی کار نکرده، و هر کاری کرده باشد این رقم مورد لدکوب قرار دادن، این رقم مورد تحقیر و توهین قرار دادن رایش نبود. اگر امی نفرا توسط محمد قبلا زیده شده بود یا اینا مگه محمد یک باند داشت، برادر عزیز نه این که تو را دستگیر کنی با اختطاف کنی، جرم اختطاف را خود در کشورهای اروپایی مفهمن، نفر را اختطاف کنین بایرین در بین خانه 4-5 نفری از او فیلم بگیرین، او را توهین و تحقیر کنین که بگی ما تنبانت را میکشون. واقعا این چیز داره که ما در یه ویدیو دیدم، ما این متوجه زی شدم که همی چیزا در می جایی که بچه ها کلان شده، همی بچه های لوچک، همی چیزا جریان داره، همی تنبان کشیدن و کارا که اینا خلاصه یک عادت شده. به مو خاطر دیگه ما بیشتر روی خودی از این ویدیو صحبت نمونم، واقعا یک ویدیو تکان دهنده بود، امیدواریم که همگی دست به دست بدیم تا این از مجرای قانونیش پیش ببریم و این نفرات دستگیر شنه و به پنجه قانون سپرده شنه. و گپ دوم در باره کسایی که یک تعداد فالوور داره، چینل یوتیوب داره، صفحه فیسبوک داره، تیک تاک داره، ای است که دوستای عزیز کوشش کنیم که 4 لوچک، 4 بی‌بندبار، 4 حیوان صفت، اگر یک کاریمونه او کار از او را به کل قوم اون اشخاص تعمیم ندیم. جرم عمل شخصی است. ما اگر یک جرم را انجام میدیم حتی این به فامیلم ربط نداره. ما بالای 18 سالم، ما رو یک جرم مونم، فامیلم هیچ ربط نداره. چون ما خودم تصمیم گرفتم میدونم. و این 4-5 نفرم که این کار را کرده بسن به کل قوم تاجیک ربط نداره به نظر من. در بین تاجیکا آدم های خیلی خوب هم است، آدم های بد هم است. همین قسم در بین هزار هم آدم های خوب هم است و آدم های بد هم است. اگر امیدواریم که در آینده این قسم اتفاق نفته، و اگر این اتفاق افتاد و احتمال خیلی زیادم که اتفاقای اینچنینی بفته و یا بدتر از این، ما و شمایی که یوتیوب داریم، ما و شمایی که پیج فیسبوک داریم و چند نفر فالوور داریم، کوشش کنیم که کاری نکنیم که در آینده مشکل بزرگتر شنه به جایی که کوچکتر شنه. چون امی ویدیو های لایف را که ما دیدم، زیری از این ویدیو ها کلند کامنت ها توهین بود، کلند کامنت ها فحش و ناسزا بود. خب همگی ما شما میدونیم که خصوصا در افغانستان امی خود فیسبوک را بچه های حتی 10 ساله 11 ساله استفاده نه، خانم ها استفاده نه، خیلی کسای دیگه استفاده نه. اگر ما شما لایف باییم کلند از مادر نفر فحش بدیم، از خواهر کسی فحش بدیم، کل قوم یک نفر را فوش بدیم، خب دیگه این فضای مجازی کاملا آلوده میشه و بچه هایی که صحنه ها را میبینه و در کل یک دشمنی بین دو قوم به وجود میاد. و امی قسم ما از برادرای تاجیک خواهش دارم، از کسایی که یوتیوب داره، فیسبوک داره، ما از اونا اول می یک گله دارم و دوم یک خواهش دارم. گله ما این است که ما چند دوستی تاجیک را دیدم که لایو میماد و کوشش میکرد که از کارای ای 4 نفر لوچک بی‌بندوبار حمایت کنه. واقعا ما خود اولم گفتم اگر ای 4 نفر از قومای هزارم بود که ما خودم هم هزار هستم، البته زیاد قوم نمیخوایم مسائل قومی را در ویدیو بگیم، ولی چون هم خونیم بود، واقعا اگه این کار را اونا هم کرد، من کاملا شرمنده هم شدم، من کاملا خورد می شدم که چطور بچه های قوم این رقم یک صفت حیوانی را دارم. و مخاطر بعضی دوستای تاجیک، بعضی هموطنان تاجیک لایو ماد و از اونا حمایت کرد که واقعا من دلیل این حمایت را نمفهمم. اگر محمد مجرم است، اگر محمد قبلا کدام کاری کرده، خب قانون وجود داره، ما و شما از دست امی به قانونی، از دست امی
ظلم و ستم فرار کردیم، آمدیم در کشور دیگه و در یک کشور دیگه هم که بایم امو کارایی را که مو ازش فرار کردیم او کار را همینج خدا رو انجام بدیم دیگه، به نظر شما چطور است؟ و دیگه یکی بعضی دوستای تاجیک لایف میماد و کسایی را در لایف خود میورد که اونا بعضی صحبت ها را در مورد محمد محقت که محمد اینی کار را کرده، محمد اینی کار را کرده. خب اگر من گفتم ویدیو روانم، ویدیویی که اینا ظلم کرده اینا کرده، تا هنوز امو ویدیوها را من ندیدم و او ویدیوها هم بور نشده. مو که قضاوت مونیم، مو که حرف خود میزنیم، یک سند داریم، یک ویدیوی داریم که در او همه چیز مشخص است. واقعا اگر بعدا یک ویدیوی بوشنه که محمد امیرقم ظلم کرده، محمد امیرقم کاری زشت کرده، ما یه هزاره که محمد از قوم است باید اولین نفری باشیم که باید بگیم محمد کار اشتباه کرده. از کار محمد به عنوان یک هزار است نباید حمایت کنم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. امیدواریم که مو در آینده اگر چنین اتفاقی پیش میاد، اول میگه که خدا کنه پیش نیاد، اگر پیش میاد یکمک حوصله کنیم، یکمک از حوصله مندی کار بگیریم، دیگه کوشش نکنیم که از این رقم یک موضوعات برای به دست آوردن سابسکرایب، برای به دست آوردن لایک و فالوور استفاده کنیم. و گپی آخری من این است که من چرا ویدیو نساختم، به خاطری که واقعا همگی ویدیو ساخته بود، همگی در مورد از این حرف زده بود و خدا را شکر که من دو سه شو پیش من دیدم که هم دوستای تاجیک، هموطنهای تاجیک و هم قومای هزاره، کسایی که لایو آمده بود، کسایی که با یکدیگه خود توهین و تحقیر و اینا رو داشته بود، اونا آمدن و در یک لایو همگی از یکدیگه معذرت خواهی کردن و امی قضیه حل شد. و همچنان که حمایت از محمد تنهایی نیست که من لایو بایم، من کسی را دو فوش کنم، توهین و تحقیر کنم یا هر چیز دیگه. حمایت از محمدی است که ما و شما دست به دست هم بدیم، یک وکیل مجرب، یک وکیلی که بتونه یک کار کنه، چون کشورهای اروپایی تمامش قانونش یک است. اگر یک مجرم در یونان باشد یا در نروژ باشد یا مثلا در سویدن باشد، اگر واقعا مو شما یک وکیل درست بگیریم و هزینه ای که او وکیل نیاز داره او را مو شما بتونیم بپردازیم، 100% اینا این مجرم‌ها در هر کشور اروپایی که باشد اینا تعقیب میشه و اینا به سزای اعمال خود میرسه. و از یادم نره که ما در این مدت همراه خیلی دوستات تماس بودیم، بعضی تصامیمی گرفته شده که وکیل گرفته شده و این کار از طریق مجرای قانونیش تعقیب شده. خوش و خوشحال باشین دوستای عزیز، خدا نگهدار، خدا حافظ.